شما جیمیان یا حالتون چطوره؟ امیدوارم حسابی خوب درجه یک و عالی باشی. آقا امروز برگشتیم با این نوستالژی دیگه که توی اون میخوایم بریم سراغ یه بازی قدیمی ایرانی شمشیری و تاریخی. اون بازی نیست جز بازی لطف علی خان زن. بچه ها این بازی دومین نسخه از سگانه کوست آف پرشیاست که شامل بازی های پایان معصومیت، همین لطف علی خان زن و بازی شمشیر نادر میشه. ما میخواستیم از بازی پایان معصومیت کارو شروع بکنیم که خب متاسفانه بازی مشکلی داشت، رزولوشنش بیشتر از 800x600، من هر کاری میکردم نمیشد و تا اون مشکل رفع بشه اومدیم سراغ دومی سری از این مجموعه. آقا حتما الان خب منتظر اینید که من بگم که لایک و سابسکرایب اینو فراموش شده نشه. نه بچه‌ها ما یه هفته ویدیو نداریم، ولی بخندید. چرا؟ چون ما قراره که یک هفته پشت سر هم، اونم تو ساعتهای بالا دیگه، از 5-6 ساعت شروع شده 10 ساعت قراره استریم بکنیم که لینکش رو همراه با تامنیلش اینجا براتون میذارم. ساعتهای استریمای هر روز قبل از اون روز توی کانال تلگرام و پیج اینستاگرام ما اعلام میشه، پس حتما توی این دو جا عضو شید و یادتون نره که بیاید و توی استریم ما از ما حمایت بکنید. دیگه این صحبت کافیه، بزن بریم سراغ بازی. من خودم خیلی حرص سر این قاجار دارم زدن ایرانو نابود کردن، بریم بزنیم دهنشون رو صاف کنیم. خب گیمیان یا اینا از منوی بازی لطف علی خان زند، بچه ها بریم بزنیم این آقا محمد خان قاجار رو، هر کسی که داره رو نابود کنیم، روی معمولی میدیم که مشکلی پیش نیاد. لطف علی خان زند در تلاش برای استقرار مرکز فرماندهی خود به فکر تصرف قلعه مستحکم زرقان واقع در پنج فرسنگی شمال شیراز افتاد. زرقان در آن زمان تحت فرماندهی هادی خان بروجردی از نزدیکان ابراهیم خان کلانتر بود و لطفعلی خان در آنجا با مقاومت شدیدی از طرف سربازان کلانتر مواجه شد. ای بابا، موشکی را کرد توی گوشش. اوه بچه ها، بازی شو من فقط اینو بگم، بازی مال 13 سال پیشه و شما نگاه کن برای 13 سال پیش عجب گرافیکی داشته. بمیره این ملعونه طرفدار دولت فاسق و فاسد قاجار. درود بر زندیه، درود بر هر دولتی غیر از چیز همین یارو اسمشون رو یادم رفت. خدا وکیلی کسی از بچه ها تو تاریخ علاقه به این دولت و حکومت مزخرفه اینجا بینه قاجار داشته باشه؟ واقعا ایرانو اینا ترکوندن، یعنی من الان شانس نداریم که حالا از دولت قاجارم میاد ما رو میکنن تو گونی. سربازان ویژه قاجار در رابش کنید و گونی را سرش کنید. بریم در داخل قلعه با مقاومت کمتری مواجه بشیم. ای بابا فکر کنیدش، به فکرت فشانه شلیک کنید. با اینا تیر داشتن، دروازه رو بستن، شلیک کنید. بیا اینجا ببینم. ای شلیک تفنگ ولم کن، برق رستم فن بهمون یاد داد. ضربه دوم. بیا دوی، نه من با برق رستم نو اف بچه با اف چیز میذاره برمی داره. بیا جلو ببینم، نبه کریم خان زنده، کریم خان زندی که به وکیل و رعایا بچه ها معروف بوده. بیا جلو، عامل از بختی نصر ایرانی ها اینان با بلکن. بذارید ما هم بزنیم دیگه. بیا جلو. آقا محمد خان کچل بهتون جنگ یاد نداده؟ چی میزنه؟ برق رستم یه دونه بچه ها رو اینو من بزنم. اینم یه دونه برق رستم. بیا اینجا، بیا برق رستم. چی دارم میزنم؟ ببین بیاید اینجا ببینم، بیاید با گردباد زن میخوام مادرتونو به عزاتون بکشونم. بیاید فقط جلوم نفته. باید همینجا کار لطفعلی خان رو تموم کنیم. چی؟ شما میخواید کار من تموم کنید؟ بیاید اینجا ببینم.
من از نسل قیورانم. یه جلو میریم بابا. من خودم یه زمانی تو لشکر جموج بودم. اینا چیه شما میگید؟ نمیذارم این سرباز منو بکشید. میمیرم تو سربازم نمیره. نمیره یا سرباز زندی؟ آه آه وایسا 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 منو این شم سرباز زندی چه قیافه ای داره ولی آب چلی کنی؟ بازم از اینا خدا وکیلی یکم عجیب نیست. تیرت توفنگو داریم با شمشیر بچه ها دفع میکنیم. بیا یه دونه گردباد زندیه بخور، بیا یه دونه فلافل بخور. وای چقدر اینا الحق و الانصاف زیادن. من خودم هم نمیتونم پیدا کنم. جلو ببینم بچه ها چرا بعض وقتا دوربین بازی میره توی پشت این لطف علی خان؟ بیاد ببینم، بیاد ببینم، بیاد ببینم. ها چه خوب میزنه. این هم از این ها. از این ور باید دارم. نه از این پایین. هادی خان بروجردی، وفادارترین فرمانده ابراهیم خان کلانتر، جنگجوی شجاع و بی‌مروت. میگویند که او روزی 50 نفر را با شمشیر دو سر خود از پای در آورده است. غلط کردی. اوه اومد. چی تو کیشمش بودی؟ یارای منو کشتی آشغال. الان ثابت میکنم بهت. بردار تفنگا رو، بردار بردار ببینم. یه کار بکنم تفنگا رو همشو بخوریش. بیا اینجا ببینیم. بیا تفنگا رو الان دست میگیرم صافت میکنم. بگیری تفنگو بگیر ها بچه ها. هدف گیریش ولی انصافا هدف گیریش تو حلقه ها خیلی هدف گیریه. موزیک بازی یه چه عجیبیه. تموم شد تفنگا. وای چرا شمشیرت خیلی بزرگ نیست؟ آها من همینجوری یه دستی میزنم. آقای چه بازیه؟ باسا نگاه کن. بچه های 5 دقیقه دیگه که این مرد مزاحمتون میشیم. چرا زد؟ نباید میزدی، نباید میزدی. آها من همینجوری یه دستی میزنم. آقای چه بازیه؟ باسا نگاه کن. دمه پیریو مرکه گیری یه پا لبه گوره بابا. آها فرار کرد. بچه ها این شخصیت از آینده اومده. زندانی نقش تعیین کننده ای در جنگ خواهد داشت. پشمام شمشیر چیزو دادن به ما این پیره مرده رو. ایوه بیا جلو بینیم. آها چقدر این شمشیر خوب و قویه بچه ها. این رو چه خفن میزنیم. بچه اون شخصیت که دیدید بلند کردن بردن، شخصیت اصلی بازیه پایان معصومیته که اصلا تو آینده است و تو زمان جنگ ایران عراقه. و من حالا نمیدونم بین دو قسمت چی میشه که اون میاد و به گذشته میاد. حالا آش فن جدیدم به گذشته میاد و میاد تو زمان لطف علی خان زند. بعد برم او توپ موپم اینجا هچه ظاهرن هست و اوزا چیش میشه یه خورده. خداشکر از این توپا روی ما استفاده نمی کنن. فن جودان حسین سوچی رو میخوام بچه ها بزنم روی اینا. نداره همچین فنی، فن حسین جودان سوچی. ای بابا بریم. او بعد با این توپه چیز میکردیم، استفاده میکردیم. یا خدا زد اونجا رو ترکوند. یا خدا از این بر بریم. آره شما خدا وکیل بچه گیم رو نگاه کن. حالا کاری ندارم، این گیم برای 13 سال پیشه ولی نه واقعا مشکل با یه گرافیکی خاصی داره نه کم سیزاش غیر منطقی هست. نازن دشمن از تو دیواری رو میاد ولی برای 13 سال پیش. اوه اینو نگاه کن، سنگ پرت میکنن بیشورا. بیا اینجا میریم بابا.
یه نزدیک، ولی برای 13 سال پیش خدایی چیز غیر اوکی نبوده، چون این چیزا رو ما تو خیلی از گیم ها دیدیم، حتی گیم های خارجی. و شما اینو مثلا بیاید با عناوینی که امسال ساخته شده مثل عملیات انهدام مقایسه کنید، ببینید کدوم بهتره. اخ اخ، بیا اینجا ببینیم، بیا 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 بیا، حتی از نظر گرافیکی هم نگاه کنیم خدایی این بهتره، بقیه چیزاشو اصلا کاری ندارم. ها از این طرف اینا رو باید بدیم اونجا و از اینجا بیایم. ها بعد بریم همون پسری که گفتم تو پایان معصومیت بودم فکر کنم از زندان درش بیاریم. باید سوی بینم اینا رو. ها ها ایو باید بزنم پشمام تو بازی 13 سال پیش از اینا چکا میکرده. اوه خیلی باید تون بزنی ظاهرم، باید شاید تا بره حل دابش. اینم بزنیم، هی هی داره به این فشار میاد اللهی. هی اینم ای 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 صاف کرد ما رو. ای ای برا دیگه، برا 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 برا، بخر 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 بخر. بکنم داریم دروازه قلعه رو برای سربازان باز میکنم، نمیدونم شاید هم در زندان چیزیه. باز شد، بله سربازای شجاع زندی میریزن تو قلعه. چقدر اینا زیادن نامرده، چند نفر به یه نفر؟ بیا جلو. خدایی بد زایه شدم سر اون فنکناشو. ماشالله سرباز اصیل، بیا دنبال شاهزادت، بیا دنبال شاهد، بیا داره میاد پشمون به حرفم گوش داد. نه بابا اینو دید اومد. ها الان از خاندان قاجار شاهزاده های نوادگان قاجار میان ما رو میکنن تو گونی دیگه. طور نیست از غرب بخوریم، از شرق بخوریم، از قاجار بخوریم، گونی کلن مهیاس از هر طرف. ولش کنید این سرباز مظلوم زندیو، از نوادگان وکیل و رعایا هستم، نماینده مردم در حکومت. بخورید بخور بینیم، بیا جلو. کاری ندارم واقعا، بازیش به من یه حس خوبی رو میده. با سنگ آشغال تموم بابا، بخواب نوبه داک با سنگ میخواست منو بزنه. شلیک کنید بابا، ول کنید شما ما رو، با این شلیک کنید. شلیک کنید چرا اصلا نخورد؟ بچه ها اینجا جونم کمه، باید به موقع دفاع کنم، به موقع پشتک بارو بزنم. با ولمون کنید دیگه بابا، چی میگید شما؟ چند تایی میان رو سر من، ولم کنید، جون بده تو رو جون حضرت وکیل و رعایا به ما جون بده آجی. همون شمشیر کلانترخان رو اگه داشتم بچه ها الان به اینا ثابت کم سر دو سوت اینا رو همه رو میکشتم. بابا من سربازی چی ندارم، همین یه دونه است. فلش کنید، من رو سربازم غیرت دارم، ولش کنید نامردا. چه دوشا دوش هم زیبا می جنگیم و سرباز من تنها نیستی، بدون که شاهد میشه توه. ها بیا بیا هو بر تبل شادانه بکوب. بر تبل شادانه بکوب، پیروز و مردانه بکوب. جا آها کنه شمش رو تو گوشش همش رو ترکوندی بچه. و به دینسان در سال 1206 هجری لطفعلی خان زرقان را تصرف کرد و این قلعه به ستاد فرماندهی او مبدل شد. باری کلا لطفعلی ماشالله. دیری نپایید که ابراهیم کلانتر برای مقابله با لطفعلی خان از مصطفی خان قاجار کمک طلبید. مصطفی خان قاجار با زیرکی خاصی در شبی تاریک به زرقان نزدیک و با از پادر آوردن نگهبانان قلعه حمله به زرقان را آغاز کرد. بابا بی خیال خب همه گیمیان یا دمتون گرم، مرسی تا پایان این ویدیو همراه ما بودید. خودم خیلی حس و حال
عجیب و نسبتا خوبی دارم با این بازی لطف علی خان زند. بچه ها یه چند تا مشکل پیش اومد، چون بر بازی قدیمیه متاسفانه بازی کراش خورد هنگام ضبط و من وقتی اومدم دوباره بازی کنم دیدم همه چیز از اوله و به خاطر اون کراشی که خورده سیو نشده. ولی به هر حال اگه استقبالا خیلی خوب باشه من دوباره تا اونجایی که بازی کردم و میرم و از ادامهش براتون ضبط میکنم، چون تازه قاجار حمله کرده و باید با قاجارا بکش. بچه ها یه بار دیگه مثل اول استریم میگم یادتون نره حتما توی استریم یه هفته ما باشید، کلی گیم خفن میخوایم پلی بدیم، گیم های شوتر که میدونم خیلی دوست دارید، اکثرا هم دوبل فارسی، تا یه تجربه متفاوت و فانی هم باشه حتما بیایید و یادتون نره. برای این ویدیو هم لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه، میدونید دیگه اگه میخواید این بازی ادامه بدیم باید یه ویو خوب و لایک و کامنت بالایی داشته باشه. دمتون گرم، مرسی. استریم یه هفته یادتون نره و تا یه ویدیو دیگه فعلا بدرود.